خب میخوام یه کلاس الان بنویسم به اسم وکتور. میخوام یه کلاس بنویسم به اسم وکتور بردار. چون زحمت میکشید شبیه این رو به اسم فرکه مومان تمرین بنویسیم. پس این وکتور خوب دقت بکنید، بعد آخرش بیم که تمرینتون چه شکلیه. بردار دو بعدی این شکلیه. مثلا مختصات کارتزی هم بشه یا دکارتی. مثلا یه بردار چند و چند میشه، مثلا میشه فرض کنیم 5 و 2 درسته؟ 5 تا x میشه، چند تا y میشه آریا؟ 2. این اینجوری هم می نویسیم 5 و 2. اندازش چی میشه؟ 5i 2j. چیکار داریم می کنم مالک؟ مالک میدونی یک کلو شیرین خامی چند در میاد؟ چیزی نیست، مالک میخواد بخواد. پس اونو بذار کنار تا اون روی من بالا نیمده. میشه 5 به توان 2 اندازش علاوه چی؟ 2 به توان میشه اندازش. دو تا بردار بخوام با هم جمع بشن چجوری جمع میشن؟ ایکسش با ایکس جمع میشه، ایگریش هم با ایگریش جمع میشه. دو تا بردار بخوام ضرب بشن چند جور ضرب داریم آرتیمیس؟ بجایی اینجوری دو تا بردار بخوام ضرب بشن ایکسش شایی ضرب میشه، ایگریش شایی ضرب میشه، با هم جمع میشه. به میگن ضرب داخلی. درسته؟ شما که کنکور دارید ضرب خارجی چیه؟ آن ضرب خارجی بردار 3 بعدی میده بهمون. درسته؟ حالا میذاریم کنار ضرب خارجی، چون شما گفتی شیرینی هم آوردی دیگه حرفت شهید نمی کنیم، ضرب خارجی میذاریم کنار. خب بگم دفعه کلاس چی؟ وکتور. مصطفی چه پروپرتی هایی داره؟ ایکس و گرید دیگه چه نمیدونی؟ پروپرتیش چی هست بردار؟ به شما بردار رو مثلا چند جور مختصات میتونید داشته شد. یه مختصات کارتزیان یا دکارتی هم میشه الان بگیم. یه جور مختصات قطبیه. شنیدی؟ نشین مختصات قطبی، مختصات کروی. اونا یه جور دیگه مثلا که قطبی مثلا زاویه و اندازه ذخیره میشه. اینجا ایکس و ایگرگ ذخیره میشه. میگم دف اینی که درست نمیشه چیه؟ اینی که براش از همون اول پراپرتی تعریف کنم. میگم سلف دات ایکس و یه مقدار اولیه صفر بده، صفر داد ایگره یعنی چند بده بهش؟ صفر بده، صفر داد ایکس رو مساوی ایکس قرار بده، صفر داد ایگره یعنی مساوی چه قرار بده؟ ایگره. میگم دف اد پراپرتی، اد پراپرتی میگم اگر ایکس رو خواست چی برگرده؟ اگر ایکس رو خواست چی برگرده؟ رندر ایکس رو برگردون. درسته؟ at x.setter هر وقت خواست مقدار گذاری بکنه چی؟ x self مثلا چه میدونم n رو میخواد به عنوان ورودی بهش بده چی میشه؟ تنها شرطش چیه؟ اینه که is instance n چی باشه؟ عدد صحیح باشه، یه بزرگتر و کوچکتر نداره.
self dot x مساوی n. else print بکن چی رو؟ حتی self dot چیه x بچه ها؟ print اگه نبود، اگه ایرادش مثلا میتونیم اصلاح بکنیم ایرادش رو، ولی اصلاح کردنش داستان داره. من همینجا چی پیام میدم؟ هیده چی پیام میدم هیده؟ ایره ایده هم بنویسم یا کپی پیستش بکنم. اینجا مواد چه ساعت هفته میگذارید یا چکار میکنیم؟ همیشه پرپس جواب ده این انم اشتباه کردم. حالا تو توی استیار چی چاپ میکنی؟ چی چاپ میکنی؟ بگی تو استیار چی چاپ میکنی؟ بیتر بگی یه اف میذارم اینجا، پرانتز باید بذارم ده درسته؟ یه کاما میذارم میگم سلف دات ایکس self dot y. یا الان من میتونم کلش یه دفعه بنویسم اجرا بگیرم، ولی خودم خوب خوب مینویسم تیکه تیکه اجرا میکنم. خب مثلا میام یا آوی مساوی وکتور، اگه کاربر هیچی نگفت خودش ایکس و ایگرگ چی در نظر بگیره؟ این صفر و صفر درسته؟ بعد میام میگم بیا پرینت بکن چی رو؟ بیرون اسمش رو چی میذارم؟ یک چی نوشت؟ صفر. میگم وی دات ایکس رو بذار ده. الان وی میزنم رپرزنت نداره، میگم چی شد؟ ده و صفر شد. میگم وی دات ایگرگ رو بذار مثلا ده ممیز صفر. قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ چون فقط باید عدد صحیح. این خب من وکتوری که تعریف میکنم واحدیه. وکتوری که تعریف میکنم وکتور اشاری توشیه. خودم اینجا کنم چشماسن. خیلی وقتا چشما آب نخوردم. چند وقتا دهات نرفتم. توی سنگا دیدین آب هستش؟ کوه رفتیم تو کوه دیداشیم در سنگا سنگ رو برم ببینید داخلش آب هست. نمیدونم اصلا سنگ رو نه ببین مثلا یه سنگ رو بر میداری مثلا یه سنگی اگه یه چاله داری چی دارم بعد اون سنگ رو که بر میداری یه آب مثلا چند سال قبل ممکنه اونجا نباشه. خب F represent میگیم چجوری نمایش بده؟ الله خشونت منو دیدی؟ من شینه بده نیست، من با خشونت چیزی کنم حالتش میکنم به علاوه یه نه بابا پنج تومن که شینه اینجا میخوریم بیست هزار تومن فقط شینی خوریم اینا دونه پنج هزار تومن میفته به علاوه دو نقطه به علاوه
آی دو نقطه چی؟ به علاوه جه علامت رو نشون میده، درسته؟ الان اصلا من وی میزنم چی میشه؟ میگم وی دات ایگرگ رو مثلا بذار ده. چیه؟ علامتش رو میذاره اینجا مثلا به علاوه اینا که گذاشته علامتش. ما یه لحظه برسونیم تا اینجا بنویسیم. بزنی بگم بچه اینو طولانیه. مثلا اینجا میگم دو و سه، دو میاد جه ایک، سه میاد جه چی؟ ایگه. الان اینجا میخوام بنویسم ابسولوت وی. میخوام چی بنویسم؟ ابسولوت یعنی اندازه‌شو به هم بده. اندازه‌ش چی میشه؟ چی میشه کسرا؟ میشه ایکس به توان دو بله ایگه به توان دو زیرا دو خواه درسته؟ خب ابسولوتشو چجوری حالا تعریف میکنی؟ میام دف ابسولوت. دف چی؟ ابسولوت. خب چی رو ریتن بکن؟ سلف دات ایکس به توان دو بله به سلف دات ایگرگ به توان دو کلش به توان چی؟ نیم. حالا این ویه اینجا میگم آقا پرینت بکن ابسولوت وی مساویه ای بی اس چی؟ وی. ابسولوتش چند؟ سه و شیشته. خب این ویه یه دونه یو هم می نویسم. یو هست مثلا من های سه چهار. ابسولوت یو چی میشه؟ پنج میشه. اگه کنکور داده باشیم بیدیم که ابسولوت یو چی میشه؟ پنج میشه. اقعا تست و کنکور ابسولوت یو شد چند؟ پنج. دیدیم ها؟ او من میشه قد تست دادم این ساعت همه چیزی ها همه چون یاد نیست من یادم کنکور اون زمان ما خیلی سخت وحشتناک مثلا سخت نیست. این خوبه دید چیه اونم میچهد استرس کشیدیم اصلش هم هم زمان ما 300,000 نفر ریاضی شرکت کنند کلا 4-5,000 نفر هم قبول میشن. خب این ابسولوت. حالا میخوام چی بنویسم؟ میخوام بنویسم دف اینورت. اینورت چیکار بکنم؟ اینورت یعنی اگه من اینجا نوشتم اینورت وی جه ایکس و گریگ رو چیکار بکنه؟ عوض بکنه. اسمش اینورت. خب اینورت یعنی چی رو برمیگردونه؟ چی باید برگردونه مصطفی؟ نه باید وکتور باید برگردونه. ببینید منتها جه ایکس و گریگ چی میشه؟ اینجا میشه سلف دات ایگرگ. اینور چی میشه؟ وقتی من اینجا میسم سلف دات ایکس میره ستر میره گترش فراخوانی میکنه. مثلا وقتی میسم سلف دات ایگرگ میاد اینو فراخوانی میکنه. خب این اینورت. حالا مثلا این ابسولوت بود اینورتش چی میشه؟ اینورت مثلا یو. اینورت یو حالا پرانتزش هم پاک نکردم. سه و چهار شد چی؟ منفیه چهار و سه. ببخشید چهار منفی سه درسته؟ این یو یو آن یو خواستم یو رو چاپ بکنم آواز میشه اینجوری می نویسم. اینجا می نویسم وی آتی نشه آفرین. اینجا می نویسم یو
این وی نمیدونم. اوکی، اندازش هم میدونم. خب حالا میخوام چی رو چاپ بکنم؟ میخوام منفی وی رو مثلا چاپ بکنم. منفی وی. به این کار، این کارا که الان دارم انجام میدم میان اپراتور اوورلودینگ. منفی وی، الان منفی وی که میزنم یعنی به جای 2 و 3 باید چاپ بکنه منهای 2 و منهای 3. منتها تو خود وی انجام نمیده. بعد یه دونه چی برگردونه؟ یه وکتور جدید باید برگردونه. اینجا اینو کپی میکنم. اسمش چیه؟ نگ. نگ یعنی چی؟ نگاتیو. میشه منفیه. ایکس منفیه چی؟ ایگره. یعنی منفی وی شد چی؟ منفی 2 منفی 3. حالا میخوام بنویسم وی به علاوه یو. وی به علاوه یو قراره چیکار بکنم؟ ایکس رو با ایکس جمع بکنه، ایگرگ هم با ایگرگ جمع بکنه، بعد یه بردار به همون برگردونه. ببینید همه اینا بیلتین بودن. همه اینا که نمیشیم چی بوده؟ من یعنی یه مثال پیدا کردم، حتی من کنم که یه جای دیدم نصفشه نشم خودم اضافه کرد که این بیلتینه رو همه رو داشته باشه. با مثال دارم بهتون میگم. اسم تابعش چیه؟ اسم تابعش عده. آدلایت رو میشناسین؟ روسیمه بود رفت آدلایت میشناسین روسیمه رو؟ مهاجران نهیدین؟ خب سلف یه دونه آدل هم میگیره. چی میگیره؟ خب چی باید برگردونه؟ یه بردار برمیگردونه که ایکسش با ایکس آدر جمع میشه، ایگریش هم چی میشه؟ ایگری هم با اون جمع میشه، یه دونه بردار برمیگردونه بهمون. ایگری دات آدر، این هم ایگری، این هم اینجا دات بوده من اشتباه. حالا چی میگم؟ میام میگم وی به علاوه یو. میام میگم وی به علاوه چی؟ یو. وی به علاوه یو چی میشه؟ سه به علاوه من دو به علاوه من هسته چی میشه؟ من های یو. سه به علاوه چهار چند میشه؟ حالا بنویسم وی من های یو چی باید بهم بده؟ تابش ساب هستش. تابش چیه؟ ساب. ببینید وقتی میسیم وی به علاوه یو، وی سلف میشه، یو هم میشه آدر، این هم به علاوه است. وقتی میگم وی منهای یو، این میشه وی، این میشه یو، این هم منهای. کافی اینجا چی بنویسم؟ منها. پس وی به علاوه یو چی میشه؟ وی من های یو. اشتباه کمان نمیشه. سه دو من های من های سه میشه پنج. سه من های چهار میشه من های. من میتونستم اینه اینجوری بنویسم. چجوری مصطفی؟ بگم ریترن سرف چی علی؟ بگو من های آده. ببینید جمع بکن، جمع بالا نوشتم یا درسته؟ منهای آدر هم چیه؟ همین نگاتیبه که این بالا نوشتم. یعنی دیگه عملا اینو چیه؟ ننویسم. همون شد. دیدیم فرقی نکرد. این جمعه. حالا مثلا میگم آقا ابسولوت وی منهای یو میتونه ابسولوت بگیره یا نه؟ میگیره. چرا؟ چون وی منهای یو داره بردار داره برمیگردونه. درسته یا نه؟ حالا میگم وی ضرب داره یو. گفتیم ضربش چجوریه؟ قول دادیم که از ضرب خارجی استفاده نکنیم. خب از ضرب داخلی استفاده میکنیم. خب مالتیپلایه. میخوام سلف رو تو آدر ضرب بکنم. چی میشه؟ یه عدد تو ضرب داخلی. سلف دات ایکس ضرب داره آدر دات ایکس به علاوه سلف دات ایگره ضرب داره چی؟
other dot y. حالا میگیم v ضرب در u، v ضرب در چی؟ u. دو ضرب در منهای میشه منهای 6، سه ضرب در چهار میشه 12، 12 منهای 6 میشه 6. یه عدد معنی. حالا مثلا میگم آقا v ضرب در 3، یه بردار رو تو عدد ضرب میکنه مارسی میسی، یه بردار تو عدد ضرب بشه چی میشه؟ چی؟ آها نشون داره که رتبت علکی 4000 نشه. خب چی میشه ساده نه؟ بگو. میگم اگر is instance other چی بودش؟ int بودش، بیا چکا بکن چی برگردون؟ یه بردار برگردون، اون وقت سلف دات ایکسش رو ضرب داره آدر بکن، سلف دات ایگریش هم ضرب داره چی بکن؟ آدر بکن. خب حالا اگه من اومدم اینجا نوشتم که وی ضرب داره مثلا سه چی میشه؟ دو ستا شیشتا سه ستا. حالا مثلا میام آقا وی ضرب در سه و به علاوه مثلا یو، درست میگم؟ بعد اینو تو چی ضرب میکنم؟ ضرب داره مثلا وی و ضرب داره وی منهای یو کار میکنم. شیگره یعنی درسته؟ عملگر ضرب و جمع و تفریق رو براش انجام دادم. دکتر بلدی؟ خوندی؟ الان متوجه شدی؟ آیا خونده بوده؟ نه مختصر خوندیم، کلمش نمیدونم. من نمیدونم ضربش چجوریه. ما بیم این چیزایی که دارم بهتون میگم، به این قسمت ریاضی میگن جبر خطی. بچه به این قسمت ریاضی چی میگن؟ جبر خطی. که اینا خیلی ساده و به قول ما بچه بازیه. نه چون یه سختی نیست. خب خط چی تعریف کردیم براش؟ ببینید این توابع که نوشتیم یا کنید ببینیم str represent absolute invert negative add sub multiply دیگه چی میتونیم بهش اضافه بکنیم؟ ضرب خارج و بردار سه بعدی باید تعریف کنیم. ضمن اینکه قول شرف داریم انجام ندیم. حالا تمرینتون چیه؟ این همین برای فرکشن مینویسیم. فرکشن یعنی یه نوب یه کلاس تعریف میکنیم اسمشو میذاریم فرکشن. مثل همین x و y داره، xش میشه صورت، yش میشه مخرج. xش میشه صورت، y میشه چه مخرج؟ کسر. احسن، کسر. مطمئن مثلا من xشو میدم 6، yشو میدم 10. اگه رپرزنت کردم چی باید به هم رپرزنت بکنه؟ 6/10؟ نه 3/5. 3/5 از کجا میاد؟ به میمیم 6 و 10 رو میگیری، صورت رو به میمیم، مخرج هم به میمیم تقسیم میکنی، میشه 3/5. اینو من دوشن مینویسم براتون. اگر مثلا گفتیم 9/3 چی باید چاپ بکنه؟ 3/1؟ نه 3 باید. حالا دوتا کسر رو تو هم بخوایم ضرب بکنیم چجوری ضرب میشه؟ صورت در صورت، مخرج در مخرج. بعد دوباره باید ساده باید بشه. اگه دوتا کسر بخوام با هم جمع بکنم چجوری جمع میشه؟ اینو انجام میدی؟ مخرجش تو هم ضرب میکنه، صورت اون در مخرج، مخرج در صورت اون ضرب میشه، بعد با هم چی میشه؟
جمع میشه. اگه 3 پنجم بود نگاتیوش چی میشه؟ منهای 3 پنجم. اگه 3 پنجم بود اینورتش چی میشه؟ 5 سوم. اگه یه کسر خواستم تقسیم کسر دیگه بکنم، دومی رو اینورت میکنم، بعد تو هم ضرب میکنی. نمایش بدم اینجا چه نمایش بدم؟ مثلا میگیسی 3 تقسیم برای 5. چجوری اینجا پرانتز گذاشتیم یه کاما؟ اینجا یه اسلش میذاریم، ایکس و یک رو نمایش میدیم. ببینید، اگر تو بمیمیم گیر کردیم، بمیمیم رو مثلا انجام نه، ساده نکنید، خب؟ بهتر از اینه که انجام ندیم. ولی 90 درصد شبیه اینه. این اگه فیلمش رو دیدیم، متوجه شدیم، فیلم هم تو یوتیوب ببینیم. شیرم و حلالتون نمی کنم. این چایی هایی که خوردین حلال نمی کنم. Multiply. Fraction. من تو فیلم های یوتیوب هم فرکشن شاید داشته باشم.